اما روی سخنم مستقیم خط یک نباخ به شماست که در کشور هستید، حرف صاحبان جدید ممکنه گوش نکنید. اگر فکر میکنی که از این چاه جناب آقای جو بایدن چیزی میاد بیرون، کمپلت تو اشتباهی. یه چیزی روک و پوسکنده در این برنامه بهت بگم، اتفاقا من هم منتظر همینم. آمریکا جو بایدن نیست، جو بایدن هیچ گویی نمیتونه بخوره. این پارت و پورتا رو گوش نکن. هر پیشنهادی جو بایدن بهت میده تقسیم بر 1,000,000 کن. توان انجامش رو نداره. من تو آمریکا هم، من جلسه دارم، من میدونم. بایدن خوب به خاندان بایدن نگاه کن. نانسی پلوسی مثل یک دستمال توالت حذف شد. اینا اگه قوی بودن جک دورسی رو حذفش نمی کردن. صاحب اندکی توییتر، اون ابهت جک دورسی شاشیده شده توش، دستشویی کردن تو جک دورسی. اون جک دورسی جک دورسی نیست. من یک پیشنهاد ساده به شما دارم. مگر یادتون سال 96 ما قیام کردیم، در مدت بسیار کوتاه در دیما ریختیمتون به هم، و نه شما رو، هم شما رو، هم اصلاح طلب ها رو، هم سلطنت طلب ها رو. چون رضا پهلوی اومد گفت لعنت داری اسارت سلطنت طلب ها، اصلاح طلب ها، همه گفتن. نتیجه این که شما رفتید در شورای امنیت و رسما اعلام کردید که فردی در آمریکا داره رژیم رو عوض میکنه. چه کار کردین؟ برای این کار کردین که زمینه رو اینجا آماده کنید، برای اینکه اگر تونستید کاری کنید که آمریکا منو تحویل بده دیگه، که بعدم اون ویدیو رو من دادم بیرون. در جناح راست دموکرات‌های آمریکا دست در دست یک گروهی که یک اپوزیسیونه در خارج از کشور رفتن، یه آقایی به نام آقای ایکسی و ساندوی چیزی رو ترور کردن تا این هم مدرکی بشه بندازن گردن من و با این کال من راحت تر به شما تحویل بدن. آیا تونستن؟